کردم. انشالله که حالتون خوب باشه. از دری دست ساخته های چرمی این بار براتون آموزش کمربند رو در نظر گرفتم. نیاز دارید به دو رنگ چرم، رنگ مخالف باشه خوب ترجیح هم بهتره. من براتون کرم و قهوه‌ای رو انتخاب کردم. الگوی اون یه چیز خیلی ساده ایه که براتون روی یه تیکه چرم کار میکنم. چرم رو دولا بکنید و به صورت یک دایره اون رو اضافه های اون رو خارج بکنید. البته شکستگی داخل برشتون نباید باشه، یعنی کاملا باید گرد باشه. یه توضیحی که براتون بدم، برای برش های گرد حتما باید از قیچی استفاده بشه و برای برش های صاف از کاتر و خطکش فلزی. میتونه این شکل به صورت لوزی باشه، مربع باشه، منتها باید اتصال به همدیگه حتما داشته باشه. برای مرحله بعدی شما نیاز دارید به زدن سنبه و مشته. نوع سنبهی که استفاده میشه از نوع علفی هست. یه فرم کشیده‌ای داره که روی لبه باز باید زده بشه. یه مقداری حدوداً 7 میلیمتر میای این طرفتر و سنبه رو قرار میدید. سه تا انگشتتون حائل این سنبه باشه و با کمک مشته محکم روی اون میزنید. از داخل باید اینا خارج بشه تا این فرم پیدا بکنه. به صورت دولا. خب بعدی رنگ مخالف از داخل اون باید رد بشه. به این قسمت که رسیده شد این دولا میشه. اصلا نیاز به چسب کاری نداره این کارتون. ادامه پیدا میکنه. تا یه حدی براتون این رو انجام دادم و به همین صورت ادامه پیدا میکنه تا آخر. یه همچین فرمی رو به شما میده. حالا این کمربند نیاز داره به زدن قفل. قفلی که استفاده میشه توی بازار بهش میگن دکمه آهنربایی. سه تای اول و سه تای آخر اون دکمه آهنربایی زده شده که روی همدیگه چفت میشه. حالا من میخوام که زدن دکمه رو بهتون یاد بدم. اگه دقت بکنین این فقط روی یک لایه اون کار انجام شده. ببینید سمت مخالف اون اصلا دکمه پیدا نیست. دکمه آهن رو با یک 4 پارچه داره. دو قسمت داره و دو تا هم واشر داره. دکمه رو روی محل قرار میدیم. من این کار رو براتون قبلا انجام دادم با کمک خودکار اکریلی، چون که خودکار اکریلی بعد از اینکه کشیده شده کاملا پاک میشه. مسیر رو میکشید و با کمک کاتر مسیر رو کاملا چاک میدیم. اینو من برای قسمت رو در نظر گرفتم و اینو برای قسمت زیری. از داخل چاکار رد میشه و واشرها پشت اون انداخته میشه. با استفاده از مشته کاملا اون رو میخوابونید، چون یکم محکمه. این سمت قسمت داخلیش ها و الان قسمت پشتیش رو هم براتون یه توضیحی میدم. ببینید باز دوباره این قسمت زیرین دکمه است. واشر داخل اون میره و یکم که خم کردیم با استفاده از مشته سمت مخالف اون رو هم میخوابونیم. قیچی میزنم. ببینید الان این روی این ناحیه قرار میگیره. قسمتی که روی کمربند خورده این قسمتی هست که آموزشش رو دادیم براتون. این ناحیهشه. قسمت برجستگی و قسمت فرو رفتگی روی قسمت مخالف اونه. شما بعد از اینکه کاملا این کار رو یاد گرفتین میتونید که اول قسمت های آهنربا رو بزنید و بعد قسمت رو داخل همدیگه بفرستین و کارتون رو تمام کنید. امیدوارم که از این برنامه هم راضی بوده باشید و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.